أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چند فرض دارد حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کربلا. امام آمده است، فرض اول، امام آمده است برای اینکه حکومت یزید را از بین ببرد و خودش بر تخت خلافت حکومت بنشیند. یه فرض این است که ایشان آمده به مسافرت و در این مسافرت گرفتار دست دشمن شده. دشمن بدون هیچ حساب و کتابی ایشان رو محاصره کردن و یعنی یک تصادف اتفاق افتاده. این شهادت حضرت حسین به یک تصادف وابسته است. من آن دست منم یه فرض دیگر این نیست که اونست که در بیان مبارک خود ایشان آمده است. ایشان فرموده است که مشهور دیگه، عبارت رو مکرر شنیدید، فرمود که و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. این لفظ خروج در زبان عربی چندین جور معنا میتونه پیدا کنه. میگیم که خرج ان الباب، مثلا این از این در رفت بیرون. خرج ان الباب، این از این در رفت بیرون. یکی خرج علاس، یعنی خرج علا مثلا یزید بن معاویه، خروج کرد بر یزید، یعنی خارج شد از در، خروج کرد بر یزید. یا خرج الا، رفت بره مثلا مکه. خرج الا، خرج ان، خرج چو؟ الا. خرج الا در فرمایشی ایشون هست. انما خرج تو، من خروج کردم بر یزید. من از مدینه بیرون آمدم، از مکه بیرون آمدم. خب این خروج ازه، یه خروج علا، خروج کردم بر یزید. این اونیست که ما میگیم امام قیام کرده است. فرمودن که قام او قعدا، حسن و حسین من امامند چه قیام کنند، داستان حضرت حسین، چه قعود بنشیند، صلح حضرت مجتبی. حالا آنچه که از حضرت حسین علیه السلام برآمده است خروج بر یزید است. دقت کنید، خروج بر یزید است. این یه نکته. یک نکته اساسی دیگر در سراسر این راه که ایشون از مدینه آمده بیرون تا در کربلا گرفتار شد و محاصره شده، یک بار هم دست به شمشیر نبرده است و نخواسته است دست به شمشیر ببرد. یعنی وقتی که برخورد کردن به لشکر هور، 1000 نفر بود،
تعداد همراهان امام مثلا حدود 100 نفر میدونید دیگه اینا رو حدود 100 مثلا 70 نفر مثلا 80 اینا حدود 100 نفرن. زهیر به ایشون عرض کرد که آقا این جمعیتی که میبینید این دنباله داره، ممکن است به یک جایی برسی که اصلا هیچ راه حلی نداشته باشی، اما الان ما میتونیم با اینا برخورد کنیم، الان میتونیم یک بدهیم. ما 100 تاییم مثلا، اینا 1000 تا، ما یک بدهیم. اما اگه شد 1 به 10000 دیگه پس بر نمیای. اجازه بدید همین الان ما اینا برخورد کنیم. از این راحت‌تر این بود که اینا همه تشنه بودن، در حد مرگ تشنه بودن. خب همین الان که اینا تشنن، جون نداره حتی دستشو با شمشیر حرکت بده، ما میریزیم سر اینا تا نفر آخر میتونه قتل عام کنی. اولش اینجور بود دیگه. حالا البته امام به اینا آب داد، به اسباشون آب داد، خودش به دست مبارک خودش دهنه مشکو میگرفت در دهنه دشمن که بخورد و سیراب بشود. حتی به اسبش هم امام آب داد. حالا این کار نداری؟ در برخورد اولیه اینا 100 نفرن میگیم، یعنی تقریبا 100 نفرن میتونن در مقابل 1000 نفر بجنگن. حالا مردان بزرگی مثل حضرت ابوالفضل در میان اینها هست، یه مردان بزرگی مثل زهیر هست، یه مردان بزرگی هست، شاید بتوانند مثلا یه کاری بکنه. فرمود که من زودتر دست به شمشیر نمی کنم. اگر اون دست به شمشیر بکند، من مقابله مدافعه می کنم، از خودم دفاع می کنم، اما من هم در رو من شروع نمی کنم. یک نمونه، وقتی که رفتن و لشکر آمد و محاصره شدن و امام علیه السلام دور تا دور لشکرگاه خودش را خندق کنده بود و در این خندق در طول این روزا به نظرم مثلا گشته بودن، هیزم جمع آوره کردن ریخته بودن تو این خندق، به این آتش زده بودن. شمر با لشکر مثلا 1000 نفر، چند هزار نفر لشکر اومده طرف خیمه ها، یعنی حتی به قسمت حرمخانه امام آمده که بیاد کارو تموم کنه، رسته به آتش. حالا یه حرفایی هم زد کار نداریم، میخواد از این آتش عبور کند و بره به مثلا سوی حرمخانه امام. نمیدونم مثلا فرض کنید حبیب بود یا یه بزرگ دیگری بود، گفت آقا این شمر خیلی آدم بدیه، به زبان خودمون یه جباری زد، جباران اینا، اجازه بفرمید من با تیر همین الان بزنمش. یا شمر بدتر که دیگه کسی نیست، نه من شروع نمی کنم، من شروع نمی کنم. اگه اونا شروع کردن دفاع می کنم، اما من شروع نمی کنم. این نکته اساسی است در تمام جریان کربلا، این نکته اساسی. ایشون شروع نکرده، نه شمشیر حرکت داده، هیچی اصلا. اول صبح فایستدن دو تلشکر در برابر هم، خب اینا باید مثلا دو قول ما زرنگی کنن، یه کاری بکنن شاید بشه، نه فایستدن. باز عمر سعد تیر اول رو انداخت، گفت شهادت بدهید نزد امیر که اولین تیر رو من انداختم. بعدم تمام تیراندازان لشکرش، لشکرگاه امام حسین و لشکریان امام حسین رو تیرباران کردن که شاید در حدود 50 نفر از یاران امام در این تیرباران به زمین افتادن، بقیه همون 20-30 نفر موندن که اونا دیگه تک تک رفتن به میدان. بازم اولین تیر جنگ رو اون زده، او شروع کرده، اینا وایستادن سپر گرفتن. پس مطلقا امام در تمام این دوران حرکت دست به شمشیر نبرده، شروع به جنگ نکرده.
این رو در دوران امیرالمؤمنین هم نظیر داری. در جنگ جمل فرمود که حال دو تلشکر در برابر هم ایستادن، فرمود که کی از جانش بگذره. یه جوانی برخواست آمد خدمت امام، فرمود این قرآن رو بگیر تست، برو مقابل لشکر دشمن اونها را به قرآن دعوت کن. بعدم مثلا اینو با تیر تیرباران کردن، زمین افتاد. بعد از اینکه اونها از لشکر امام کسی را بر زمین انداختند، کشتن، شاید دو سه نفر را، حتی الان اونش دقیق شدم تا دو سه نفر هم تو ذهنم هستش، اون وقت خب حالا من میتونم با اینا به جنگم. اونا شروع کردن. خب اینا این مسئله. پس امام تمام حرکتش یک حرکت دفاع از خود بوده. خب برای حکومت آمده است. یه اتفاق افتاده، حادث کربلا یه اتفاق پیش آمده، درگیر شدن دو دسته بدون که بخوان، و نتیجه تان خب چون امام تعداد سربازانش کمتر بودن مثلا اینا شکست خوردن و تموم شده. یا اینکه نه، اینجا فرمایش ایشون این است که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من اومدم کاری در مورد امت جدم بکنم. امت جدم به فساد گرفتار شده، فسادی دقت کنید، فسادی ریشه کن کننده، فسادی که ریشه اسلام رو خواهد کند. من اومدم اینو اصلاح کنم. حالا چگونه اصلاح کنم؟ تیراندازی کنم؟ شمشیر بزنم؟ نه، عملا دیدیم که نه، این کار رو نخواست بکنه. انما خرج طول طلب اصلاح فی امت جدی. خب چجوری؟ به چه وسیله اصلاح کنم؟ اینا رو بینید مکرر مکرر شنیدین. اریدو ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر، میخوام از طریق امر معروف و نهی از منکر اصلاح کنم امت جدم را. اینا راهی برای اصلاح جز امر معروف و نهی از منکر ندارن. حالا این امر معروف چیه؟ حالا انشالله بعد عرض میکنم. اریدن آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی، راه پدر و جدم را بروم. خب اینم خودش معنا داره که دیگه الان نمیخوام عرض کنیم. این بحث اولمون. فرمودن که وقتی نمازگزار به نماز میستد، از فرق سرش تا عنان آسمان، حالا به زبان بنده مثلا تا بلندترین مراتب آسمان، رحمت نازل میشه. فرشتگان این نمازگزار را میپوشانند، محاصرش میکنند، دربر میگیرند. حدیثاش دیشب خوندی. خب حدیث قبلش چی بود؟ حدیث قبلی عرض کردیم که شخصش باید مشکل نداشته باشه نماز بخونه. اگر نماز بخونه اینجوری میشه، اگر نماز نتونه بخونه اینا نیست. اینا که فرمودن از مثلا از عرش خدا تا بالای سر این غرق در رحمت خداست، این بر هر کسی نیست. ببینید ماها خودمون تو نمازامون کاملا تجربهشو داریم. این نماز میخونیم ساده، هیچ چیزی احساسی نمیکنیم. ببینید رحمت خدا مثل سیلاب بر سر نمازگزار میریزد، مثل سیلاب میریزد. حالا به زبان من از این سیلاب نمیشه نفهمم، خبردار نشم. نمیشه. اینا واقعیت داره. مثال زدم مکرر در گذشته ها. ببینید شما ممکنه با یه نفر دوستتون یه بحث جدی مثلا تجارتی اقتصادی دارین، شما مثلا به او بدهکاری، او مثلا او به شما بدهکاری، دعواتون هست که چجوری بگیریم چجوری نگیریم. یه ساختمان ده طبقه رو میشه شما از طبقه پایین تا
طبقه دهم برین یه دونه از این پله ها رو هم احساس نکنی. از بس حواس پرته به اون بس. اما این امکان نداره که من توی نماز یه قدم تکون بخورم نفهمم. این فرض نداره. اون حرکت بدنه. وقتی روح من یه جای دیگه است، از حرکت بدن فارغم. میگن مثلا یه وقتا یه حوادثی پیش میاد، من دستم بریده، خیلی شدیدم بریده، اما از بس حادثه بیرونی گرفتاری برای من به بار آورده، مثلا یادم نمیاد که دستم خونالوده، دستم پاره شده، درد میکنه، دردشم احساس نمیکنه. بعد از 2 ساعت 3 ساعت که مثلا اون حادثه یکم سبک میشه، تازه میفهمم دستم پاره شده، باید برم مثلا بخیه بزنم. این طبیعیه، مکرر ممکنه برای همه ما اتفاق افتاده باشه، اما امکان نداره. از آسمان بر سر شما سیلابی از رحمت میباره، اما من نمیفهمم. این نمیشه. میفرمان که نماز تو میخونی میری به معراج. بابا معراج کار پیغمبر بوده. میگن تو هم میتونی بری به معراج. من میرم به معراج نمیفهمم. نمیشه. پس من میشه نمازای من مشکل داره. چی بود مشکلش؟ اون حرفای شبای اول. من باید گیر بار مردم نباشم. سخت‌ترین مشکل آدمی تو نمازش، تو همه چیزش، اینش که من حق مردم بگردن دارم. حالا مثال عرض کردیم، مثلا من آبروی یه خانواده رو بردم، مگه میشه به این سادگی؟ تا حل نکنی حل نمیشه ها. من نماز میخونم و بایدم بخونم، اما کمترین بهره ممکنه میبرم. نمیشه بگیم هیچ بهره نمیبرم ها. اما کمترین آب با یک تونه نماز. من حدیث رو مثلا عرض میکردم، نمیدونم نماز اگر دورکت نماز درست بخونی بهشت برای تو واجبه، نمیدونم اگر نماز دورکت بخونی دعای مستجاب داری و خیلی. خب نماز خوب باید بخونی، حداقلش این است که من حواسم تو نماز از اولش تا آخرش جمع باشه. اگه نصفش حواست جمع بود، نصفش درسته، قبوله. اون نصف دیگهش قبول نیست. شما 4 رکعت نماز خوندی، 2 رکعت قبوله. تو رواتش داره. برای یکی ثلثش قبوله، برای یکی ربعش قبوله، برای یکی نصفش قبوله. بستگی داره به مقداری که من حواسم تو نمازه. حواسم تو نمازه ماله اون کارهای قبلیمه. من در کارهای قبلیم چه کاری کردم که نذاشته من حواسم تو نماز باشه؟ مثلا من و شما نشستیم با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، صحبت حالا نمیگم، حتی نمیگیم صحبت مردم، صحبت مردم آدم میکنه یهو لیز میخوره، یه طرف میره طرف غیبت، ممکنه از اون طرف کج بشه، مثلا خدای نکره توش تهمت در بیاد. حرف مردمه دیگه. یه لحظه کوچولو ممکنه یه گناه بزرگ از توش در بیاد. نه، مثلا حرف عادی میزنی. من نیم ساعت دارم حرف عادی میزنم، بعدم و میزنم نماز. نمیشه، من واسم نصفش تو اون حرفاییست که داشتیم میزدیم، ادامهشو دارم فکر میکنم اگر فلانطور شد چی میشه. اگر من کارهای قبلیم رو نمازم به طور دقیق تأثیر میذاره. بدترینش حق و حقوق مردمه که عرض کردیم. اگه حق و حقوق مردم به گردن من دارم، این نمازه جون نداره، جون نداره منو به آسمان ببره. معراجه، نماز معراجه. با حق مردم، حقوق مردم برگردن من، من به معراج نمیتونم. اون بزرگانه که
میخواستن کاری برای خودشان بکنن، اولین کارشون این بود که بارهای مردم از دوششون بذارن زمین. حل کنن حق و حقوق مردم. من به شما بدهکارم، دارم. میگه اگه نماز داشتی میخوندی، وقتش رسیده باشه داشتی نماز میخوندی، طلبکار دومار گفت پول منو بده، بشکن نمازتو، برو از توی مثلا صندوق کلید بنداز، پول اونو بهش بده، بعد بیاد وایسا نمازت. اینقدره. یه وقت من مثلا بینید سابقا میگفتن ورشکست به تقصیر، ورشکست شدم، اما من تقصیر نداشتم، مالمو بردن، مال منو بردن، خب من مقصر نیستم. خب پس این آدم فنظرتون الا میسره باید بمونه تا وقتی که داشته باشه دیگه. اگر نتونست داشته باشه، مؤمن بود، درست رفتار کرده بود، سرشو کلا گذاشته بودن، مالشو برده بودن، خورده بودن، یه همچین آدمی اگر از دنیا رفت، امام زمان علیه السلام تشوردن بدهکاری این رو ایشان خواهد پرداخت. این دولت اسلام باید بدهکاری این شخص رو بپردازد، چون مقصر نبوده. اما فرضمون در فرض تقصیر دیگه، من به مردم بدهکارم، خب بدهکاریم اوله. من اگر برای به دست آوردن اون بدهی هایم مجبورم باید برم کار کنم، برو کار کن، اول وقتم نمازتو نخون. کارم یه جوری که اول وقتو از من میگیره، بگیره. شما اول وقت نمازتو نخون، کار انجام بده، بدهکار مردمی، واجبه، لازمه اونو انجام بدی، بعد نمازتو دوم وقت بخون. مثلا من خودم بر سر راه خودم چاله نباید بکنم. شما هیچ به مردم بدهکار نیستی، غیبت مردم نکردی، تهمت نزدی، مال مردم رو کم و زیاد نکردی، پاک پاک. خب الان من قبل از اینکه بخوام بیام نماز، از تو کوچه اومدم، سراسر این راهی رو که اومدم چشمم باز بود، به هیچ دلیلی چشممو نبستم. آخه یه وقتی آدم تو کوچه وقتی داره راه میره باید چشمشو ببنده، یه لحظه باید ببنده دیگه، یه نامحرم از جلوس امور داره میکنه، اونم بدجوره. هر بار که چشم من به یه نامحرم میفته، حدیثش کرد کردیم، حدیث مکرر داریم، یه دونه نیست حدیثش، میفهمون هر نگاه یه تیره، یه تیر مسموم از تیرهای شیطانه. من نمیتونم وقتی مسموم شدم، این مسمومیت اینجا خودشو نشون میده که من نماز درست نمیتونم بخونم. پس اینم یه چیز مهمه. آقا اونی رو که ما میگیم، یعنی اونی که ما میخوایم، اونی که انبیا و اولیا گفتن ما رو به اون دعوت کردن، خیلی قیمتیه، خیلی قیمتیه. یه فرمایش مرحوم آقای بهجت فرموده بودن پادشاهان و قدرتمندان عالم اگر مزه نماز رو چشیده بودن، یه ذره از مزه نماز چشیده بودن، همه چیز رو میریختن دور، میمدن اینو گیر بیارن، نفهمیدن. توی عالم ها هیچ چیزی، اصلا الفاظ کوچیکه، لذت بخشتر از نماز نیست. اون بهشت تو شما مثل این که بلعیدی، اگه آدم بهشت رو به بلعه، مثلا مثالا بشنیم، مرکز همه خوبی ها، لذت ها، خوشی ها، راحتی ها، اینو من بلعیدم، آقا تو نماز تو اینو بهشت رو بلعیدی. میارزه آدم یه ذره چشمشو مواظبت کنه، یه ذره گوشیشو مواظبت کنه، یه ذره زبانشو مواظبت کنه. شما در مغازت 100 تا خانوم میاد، اونا رو لازم نیست نگاه کنی، سرتو میندازی پایین، اونا هم یواش یواش عادت میکنن،
حق و حقوق مردم، حق و حقوق مردم. آقا میشه کشید، آقا میشه کشید. شما روز قیامت میری هیچ کس نمیاد یه خطو بگیره، خوب نیست؟ وقتی هیچ کس نیست یه خطو بگیره، تو یه سر میره بهشت. وقتی خودت هم یه خرابی به بار نیوردی، داستان اون باید دارد که یک ثانی از اینو مکرره عرض میکردیم، سر از قبر بر میدارن، پرواز میکنن به بهشت. مامورین بهش میگن آقا شما حساب ندیدین؟ نه. حساب یعنی چی؟ من نمیدونم حساب یعنی چی. جهنم؟ من جهنم ندیدم. صراط؟ صراط نمیدونم یعنی چی. من هیچی ندیدم، یه سره اومدم. من شما میتونیم حق مردم بگردن نداریم، پس بدهکار مردم نیستیم. هیچ. بدهکار خودم که نیستیم، نمازمونو درست خوندیم، به جا خوندیم، مثلا گناه نکردیم. آقا من نمیفهمم 50,000 سال تو قیامت معطل شدن، من نمیفهمم. ما اینجا توی صف نونوایی معطل شدیم نیم ساعت، میگم آقا 2 ساعت من اینجا وایسادم. تو صف اتوبوس یه ذره سختیش کشیدی. حالا مثلا بندم یه چیزی اضافه کنم، مثلا توی اتاق انتظار دکتر نشستم مثلا 2 ساعت 3 ساعت، مثلا 2 ساعت 3 ساعت، فرض کن 1 ساله 10 ساله. بچه های پشت کنکور ممکن چند سال پشت کنکور مونده باشن، حالا به هر دلیل. اینا یه مثقاله. 50,000 سال خیلیه. شما وقتی مشکلی نداری چرا گیر کنی؟ اونجا ما حالی حساب کتاب بکشن. من حساب کتاب ندارم، راحتم. حاج آقای حقشناس به اون دوست جوانشون فرمانده بودن که دعایی هست بخوام بهت بدم، اگه این دعا رو تو بخونی میفهمی به کی بدهکاری. بندم اگه اون دعا رو من پیدا کنم بخونم، چیزی گیر من نمیاد. ایشون میگه که من آقا این دعا رو به شما میدم، شما میفهمی به کسی، چه کسی بدهکاری. اگه فهمیدی به چه کسی بدهکاری، چه جور بدهکاری، خب حل میکنی، گیر نمیکنی. اگه خوب بشه آدم، اخلاقش خوب بشه، چشم و گوش و دست و زبونش پاک بشه، خدا به آدم نشون میده مشکلاتشو، تو مشکلاتش بهش نشون میده. این هرچی تونسته کرده، هرچی رو نتونسته خدا نشونش میده. باور کنید اون آدم تو دنیا هم راحت تره. بسیاری از غم و غصه ها، مریضی ها، ناراحتی ها، مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، زن و شوهر با هم دیگه دعواشونه، اینا مال یه کارایی است که اینا کردن. این آقا یه کاری کرده، خدای متعال به عنوان بلای این دنیا یک کارش زنشو، بر اون خانم شوهرشو، بر دوتایشون بچهشو، همش مال اینست که من یه جایی رو کم گذاشتم، یه جایی رو خراب کردم، یه دل سوزوندم، یه مثلا حرف بد زدم، یه حرف بد زدم. حرف بد راحته دیگه، آدم میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائه، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.